به گزارش رویترز، دولت آمریکا در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای احیای آنچه ناتوی عربی توصیف شده است، آغاز کرده است. این گزارش میگوید دولت ترامپ و کشورهای سنی منطقه منافع مشترکی در یمن، سوریه و حفاظت از مسیر کشتیرانی در خلیج فارس دارند که یکی از بزرگترین تامین کننده های نفت در جهان است. همکارم مهدی آرامی گزارش می‌دهد. به گفته مقام‌های آمریکا و کشورهای عرب، دولت ترامپ در مقابله با سلطه طلبی جمهوری اسلامی ایران به آرامی در مسیر تشکیل ائتلافی سیاسی امنیتی متشکل از 6 کشور عرب خلیج فارس و 2 کشور دیگر منطقه از جمله مصر و اردن است که کاخ سفید آن را ناتوی عرب توصیف کرده است. رویترز به نقل چند منبع میگوید دولت ترامپ امید دارد درباره این ائتلاف که فعلا موسوم به ائتلاف راهبردی خاورمیانه یا مسا است، در همایشی که برای حدود 2.5 دیگر 12 اکتبر در واشنگتن برنامه‌ریزی شده است، بحث و تبادل نظر شود. ائتلاف مسا نیروی نظامی برای مقابله با سلطه طلبی جمهوری اسلامی، تروریست و افرادگرایی است که به گفته شورای امنیت ملی آمریکا به ثبات در خاورمیانه منجر خواهد شد. کاخ سفید تایید کرده است که درباره مفهوم این ائتلاف با متحدان منطقه‌ای در چند ماه گذشته همکاری کرده است. سارا هاکبی سندر، سخنگوی کاخ سفید، پیشتر گفته بود پرزیدنت ترامپ به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران قاطعانه پاسخ خواهد گفت. رئیس جمهوری به ایران واکنش نشان می‌دهد و اجازه نخواهد داد به تهدید علیه آمریکا ادامه دهد. اگر کشوری انگیزه حمله دارد، مطمئن باشید ایران است. کاخ سفید خواستار همکاری عمیق‌تری بین کشورهای منطقه در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی، ضد تروریسم و حوزه‌های دیگر از جمله تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک است. ائتلاف جدید در برگیرنده متحدان سنی در منطقه است. مقام‌های سعودی طرح یک پیمان امنیتی را سال گذشته در جریان سفر پرزیدنت ترامپ به ریاض مطرح کردند. پرزیدنت ترامپ در آن سفر از فروش تسلیحاتی بزرگی به ریاض خبر داده بود. مهدی آرامی، صدای آمریکا.